مسئولان قضایی، نظارتی و بانکی در تلاش برای روشن شدن ابعاد بزرگترین تخلف مالی بانکی. عنوان اختلاس از بانک صادرات، این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات. حدود یک ماه پیش بود که یکی از بزرگترین اختلاس‌های بانکی کشور به مبلغ نزدیک 3000 میلیارد تومان در بانک صادرات کشف شد و دیری نگذشت که رسانه‌ای شد. تخلفی که سخنگوی دستگاه قضا در نشست هفتگی روز دوشنبه گذشته با طرح چند سوال که چطور و چگونه و چرا این تخلف بزرگ رخ داده، از بی‌توجهی شورای پول و اعتبار که خودش به عنوان دادستان کل کشور یکی از اعضای آن است انتقاد کرد. تا کنون در این پرونده 3 نفر دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. پرونده در حال فعلا همون تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی است. با پرخبر شدن چند و چون این اختلاس، مدیرعامل بانک صادرات که احساس کرد بانکش تحت فشار قرار گرفته است، در روز تعطیل جمعه خبرنگاران را به نزد خود دعوت و کل ماجرا را از سیر تا پیاز تعریف کرد. به گفته آقای جهرومی، قضیه از آنجا شروع شد که از سال 86 برخی کارمندان در چند بانک با هم تبانی کرده و از طریق یکی از شعب بانک صادرات در استان خوزستان تا یک ماه قبل حدود 3000 میلیارد تومان با اسناد جعلی اختلاس کردند بدون آنکه سیستم‌های نظارتی متوجه شوند. این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده، که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور، 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان. مدیرعامل بانک صادرات میگوید گرچه تیرهای انتقاد به سوی این بانک است، اما آتش این اختلاس دامن 7 بانک دولتی و خصوصی دیگر را نیز گرفته. از حدود 7 بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانک‌های دیگری گذاشتند. نکته قابل تأمل این پرونده که فقط از شعبه بانک صادرات در داخل یک کارخانه فولاد 2000 میلیارد تومان اختلاس کردند این است که اختلاس کنندگان با پول بادآورده 2 سال پیش کارخانه بزرگ فولاد اهواز را خریدند و چند بانک خصوصی راه انداختند. با اختلاس و سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند مجموعه منابعی رو به دست بیارند و کارخانه گروه ملی فولاد رو بعد در سال 88 خریداری بکنند و هر روز داشتن چنین کاری رو میکردند. با همین پولها کارخانجات و شرکت‌های دیگری رو از خصوصی سازی خریدند. با همین پولها مسئله تأسیس بانک رو دنبال کردند. با همین روش ظرف مدت کمتر از 30 ساعت پذیرنویسی برای اون بانک به نام بانک آریا که نزدیک به 95% متعلق به همین فردی است که این کارها رو انجام داده انجام دادن. قوه قضاییه همانطور که آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در روز چهارشنبه گفته است، در حال تحقیق دقیق است تا به طور قاطع به پرونده بزرگ این باند فساد مالی رسیدگی کند. از همون چند هفته پیش قبل از رسانه‌ای شدن مطلب، قوه قضاییه حرکت خیلی سریع و قاطع شروع کرد. پرونده در اونجا تشکیل شده، افراد دستگیر شدند. البته سازمان بازرسی و کل کشور نقش عمده‌ای داشت در کشف این تخلف و به حمدالله دستگاه قضایی مشغول و البته مطالب بسیار مهمی رو هم به دست آوردند.